ببینید شما اگه ازتون بپرسم آیا سلطنت سعودی رو ترجیح میدید یا جمهوری فرانسه رو، جوابتون چی خواهد بود؟ من از شما بعد سوال می‌کنم. من نوبت من دیگه. اگر در فرانسه باشم در... اگر بین سلطنت در عربستان سعودی امروز و جمهوری رو در فرانسه به عنوان مثال میگم در متد بکنید، کدومو ترجیح میدید؟ آقای قاسم نژاد شما کدومو ترجیح میدید؟ طبیعتاً جمهوری فرانسه. خب اگر جمهوری قذافی رو در نظر بگیریم یا سلطنت سوئد رو مثلا، کدومو ترجیح میدید توش باشید؟ طبیعتاً سلطنت سوئد. پس بنابراین شکل نظام تعیین کننده نیست، محتواش و ماهیتشه، درست؟ منتها ایران سوئد نیست. شما در جایگاه سان کارلوس نیستید. دقیقاً شما اگر فکر میکنید که اشکال از خود مردم و فرهنگشونه، بنابراین هیچ فرق نخواهد کرد شکل نهایی چیه، چون دیکتاتور سازی و بت سازی یک مسئله فرهنگی است، یک مسئله سیاسی. ما باید فرهنگمون رو درست بکنیم و بعد آزادی سیاسی رو بهش میتونیم برسیم و پیاده بکنیم. این کافی نیست فقط حق رأی داشته باشیم. اگه فرهنگش رو نداشته باشیم، حق رأی تنها کافی نیست و بنابراین از مسیر باز منحرف میشه، چه در فرم پادشاهیش چه در فرم جمهوریش. پس بیایم به عمق مسئله پی ببریم. و برای همینه که من اصلا بحث رو جمهوری و پادشاهی امروز نمیبینم، بلکه بحث رو واقعا قانونمندی، حکومت قانون، به اصطلاح تقسیم قوا و خیلی مسائل دیگر جامعه.